خندان میکنم. در این تصویرها دیده می شود چند نفر که گفته می شود کارمندان یکی از بانک هستند، شبنگام در اتاقی به پاره کردن گوشه های بانک نوت های 500 افغانیگی و 1000 افغانیگی می پردازند. چیزی که تلاش برای جا زدن این بانک نوت ها در شمار پول های فرسوده و بیرون ساختن آن از بانک دانسته می شود. کسی که این تصویرها را برداشته است، ظاهراً به شوخی این کار را می کند. نفر در حالت پیسه خراب کردن، پیسه دولت، پیسه ملت خراب کردن. در ادامه فرد دیگری نیز به این افراد می پیوندد و به کسی که پولها را پاره می کند تذکر می دهد که گوشه های بانک نوت ها را به گونه پاره کند که تصور شود این کار تصادفی انجام شده است. واشن یه رقم نمی دهند، سکر دارم اشتباه داده می بینید؟ به شکل عرضی اکس باز برای. در همین حال بانک مرکزی می پذیرد که چون این رویدادهای پیش از این هم در بانک ها رخ دادند. کوچکترین عمل خلاف قانون قابل پذیرش و تحمل نیست و آرزومند هستیم که بتانیم اسناد ما به دست بیاریم و اقدامات بعدی خود انجام بدیم. در ماه‌های اخیر چگونگی راه یافتن بانکنوت‌های فرسوده به بازار بس برانگیز بوده است. متاسفانه که در این روزا از بانک‌های مرکزی و غیر مرکزی که پول‌ها می‌گیرن اصلا از گرفتن نیست، چون که وامی که بیادر پول همی پول است. پس همینطور دوره میخوره، پس باز میایه با بانکا، باز همینطور دوره خورده رو ایستن. در این میان اتحادیه صرافان خود بانک مرکزی را در جلوگیری از توزیع بانک نوت های فرسوده ناتوان میداند. بانک های خصوصی خود ما پیسه خود روان میکنیم. بانک های خصوصی میبره به افغانستان بانک. افغانستان بانک یعنی دوباره توزیع میکنه. در هفته های پیش دستبندی آن بانکنوت های فرسوده ای که از سوی بانک مرکزی نامناسب گفته شده بود انتقادهایی را برانگیخت. چنان که پسانتر برخی از این بانکنوت ها دوباره معتبر گفته شدند و تنها چند نمونه آن را به اعتبار دانستند.